کاخ سفید میگوید خروج نیروهای آمریکا از سوریه و انتقال قدرت به نیروهای محلی تنها زمانی رو خواهد داد که سوریه دیگر با خطر داعش روبرو نباشد و از این رو هیچ تاریخی برای آن تعیین نشده است گزارش زلاتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا حاوی جزئیات بیشتری است حدود هزار نیروی نظامی آمریکا در سوریه در نزدیکی شهر شمالی منبج مستقر هستند. شپ نظامیان محلی اکثرا شپ نظامیان کرد با حمایت آمریکا منبج را از سلطه داعش آزاد کردند کاخ سفید میگوید هنوز زمانی برای خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه تعیین نشده است. To... ما میخواهیم بر انتقال قدرت به نیروهای محلی تمرکز کنیم و از این رو باید مطمئن شویم که سوریه با خطر خیزش مجدد داعش روبرو نشود و پیشرفت هایی که در جنگ با داعش به دست آمده است از بین نرود. این پیروزی ها با رهبری پرزیدنت ترامپ موجب تغییر در اوضاع شده است و ما در حال ارزیابی این اوضاع هستیم. فرماندهان نظامی معتقدند نباید از سوریه خارج شد ما منطقه منبج را آزاد کردیم و با متحدانمان در مناطق آزاد شده مستقر هستیم برخی در وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون هم گفتند که شماری از نیروهای آمریکایی در منبج باقی میمانند كنو... به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس نیروهای نظامی آمریکا در حال استقرار پایگاهی در یک کیلومتری منطقه هستند که نیروهای مورد حمایت آمریکا و نیروهای مورد حمایت ترکیه را از هم جدا می کند. اطلاف علیه داعش به رهبری آمریکا پیشتر گفته بود هیچ پایگاه آمریکایی در سوریه مستقر نشده است. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که هفته قبل از شکست شبه نظامیان کرد سوری در شهر افرین خبر داده بود میگوید ارتش کشورش برای پاکسازی شپ نظامیان کرد در منبج آماده است برخی از تحلیلگران میگویند داعش مناطقی را در سوریه دست داده است اما از سوریه خارج نشده است. And... مشاوران پرزیدنت ترامپ واقعا تلاش کردند او را متقاعد کنند خروج ناگهانی از سوریه در راستای منافع آمریکا نیست زیرا تنها روسیه و ایران را جسورتر می کند که به حمایت از رژیم اسد ادامه دهند. همچنین ترکیه را جسورتر می کند که به دخالت در افرین ادامه دهد و به سمت تل رفت و مناطق شرقی سوریه حرکت کند. آمریکا شبه نظامیان کرد سوری در جنگ علیه با داعش در سوریه و عراق موجب بروز تنش بین واشنگتن و ترکیه متحد ناتو شده است مهدی آرمی صدای آمریکا